سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز براتون این یه ویدیو سیز امروز اپیزود راجع به زندگی طولانی مدته با پارتنر این بچا امین هر چند وقت سوال میذاره تو اینستاگرام و بچا که سوالا رو میزنن سابجکت های ویدیو میشه اگه دوست دارین حتما تو اینستاگرامو رو باشین که وقتی امین کوشن باکس رو میذاره بتونین شما هم نظرتون رو بدین یا کامنت بزنید زیر همین ویدیو که ما رو استفاده کنیم واسه ویدیوی بعدی من خب تجربهشو خودم نداشتم ولی سوالایی که هست اینه که چقدر توی پیشرفت تاثیر داره یا اصلا تاثیر داره ضرر میزنه زندگی طولانی مدت منظور رابطه ای طولانی مدته بله بله ببین خود وکیلی من دیدم اینه که آدما اکثریتشون من خودم شخصا این خیلی نیستم و فکر میکردم که شبیه من آدم هست ولی به این نتیجه هر چی بیشتر دارم مثلاً میره بالاتر دارم که آدم شبیه من تا حالا حداقل من تا حالا ندیدم یعنی من نمیشستم یه نفر که شبیه من باشه من اگه مثلا برگردم به تو بگم من هیچ وقت این کار نمی کنم هیچ وقت اون کارو نمی کنم خب یعنی هر اتفاقی بیفته مثلا ما با یه کاری بکنیم بعد خلاف بعد من بگم که آقا هر اتفاقی افتاد من نمیگم تو بودی تو هم نگو من بودم که حداقل اگه مثلا یکی اون رفت زیر چرخ اون یکی به فنا نره و اگه منو بگیرن هر کاری با من بکنن من امکان نداره اون یکی رو ول کنم میگم نه این قراری که ما گذاشتیم امکان نداره شده این داستان سر من اومده من خودم رو کشتم هر کاری کردن گفتم نه 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 ولی آخرش بردیم مثلا ولیش اون ولیش اتفاق افتاده هر دفعه صد درصد تایم ما وقتی که اون طرف اونوری قولی که به من داده بود و فهمیده اگه قولشو بشکونه به نفش میشه قولشو شکونده یعنی قدرت رو تو اتحاد و قدرت رو توی با هم بودن و آینده نمیبینن مردم اکثرا بر هر وقت به یارو میگی هفته 10 دلار بذار تو حساب میگه بابا هفته 10 دلار میخوام چیکار کنم آخر ماه میشه 40 دلار یک سالش میشه 400 دلار 10 سال میشه 4000 دلار من همین الانم کازینو 4000 دلار باختم چی میگی هفته 10 دلار بذار اصلا نمیتونن نمیفهمن خب بعد من این موضوع همیشه تو زندگیم همه جوره دیدم خب پس معنیش اینه که یه سری آدم های خیلی خیلی کم سر حرفشون وای میستن تا ابد بیشتریت هم اینجوری نیستن پس تو نمیتونی روی اون کوچیلی بازری بر روی اون اکثریت که بالای 90 درصدن با بکنی پس وقتی تو میفهمی 90 درصد آدما وقتی که یه اتفاقی براشون بیاشه که به نفشون باشه سویچ میکنن این شامل مادر و پدر و خواهر و برادر و دختر و پسرم میشه حالا مثال زندگی من من الان یه مردیم که قدم دو متر زورم زیاده تو دنیای امروزی به هم میگن الفا که خیلی مثلا واسه دختران مهمه نمیدونم الان پول دارم تو تختم هم, هم, مثلا اینجوری کارا رو خوب انجام میدم از لول یک تا ده مثلا لول هفتم یکی میاد قدرش از من پنج سال بلندتر قیافش از من بهتر پولش از من بیشتر احساساتش از من بهتر ده درصد بیشتر زن منو میفهمه ده درصد بیشتر بچه های من اصلا دوست داره از من همه این اگه بیاد توی بازی من میتونم به راحتی ببینم که خانم من اصلا تو دو ساعت منو ول کنه بره پیش این میگم یارو همه چیش بهتره من برای چی باشم حالا احتمال داره زن ما جز اون یه درصدی باشه که بگین نه من تعهدمو دادم با سهیل میمونم خب شانس من من خودم اینو نمیتونم که بفهمم تا روزی که توش بیفتم تا روزی که اتفاق نیفتم من بفهمم النا این وره یا اون وره پس من نمیدونم النا کدومه خب پس اینو نمیتونم روش فکر کنم میام لول بعدی چند درصد النا اینه چند درصد النا اونه یک درصد النا کسی که وفادار تا آخر اون به من میمونه اگه من پیرشم بعد اکسیژن فلان لازم شوشم آیا النا این چیز پشت من هول میده ما من توش یعنی که میگه بابا گور پدرت من پشت من فرانسه فقط یک کاغذ امضا میکنم پاشا که بزرگ شده دوباره خونه نشه که بزرگ شده دوباره زندگی خودشه یه امضا میکنم فلان میلیون دلار پول میاد دستم اینم گور پدرش سو so, النا یه درصد اونیه که میگه نه من میمونم تا آخر عمر اینو فشار میدم پشت سهیل چون شوهر من با هم عهد کردیم پیش هم بمونیم تا آخر 99 درصد اینه که میگه نه آقا من به نفهم الان یه امضا کنم برم اشغال زندگی بکنم حالا که من اینو میفهمم باید زندگی لانگ ترمم رو روی این حساب کتاب باز کنم که اگر یه روز این اتفاق افتاد من به فنا نرم و چیکار بکنم که این اتفاق نیفته پس حالا به نظر من اکثریت مخصوصا پسرای ایرانی کاری که میکنن میان شروع میکنن عشق و محبت وحشیانه به زن دادن هرچی تو میگی تو درسته و آره عزیزم و کجا بریم و اینا میدن توی این فاز که میگن اینجا می دارم میگن هپی وایف هپی لایف که آره چون من الان دارم زنم خوشحال میکنم ما خوشحالیم به نظر من این بدترین رسپی واسه چیز بودن توی رابطه طولانی بودن که تو فقط یه طرفت خوشحال کنی چه هر دو طرفه هم پسر هم دختر برای اینکه ما یه موجود فوق العاده نمک نشناسی هستیم و وقتی ببینیم یه نفر 26 داره به ما حال میده میگیم خب این که دیگه ف... پاچخار ماه بریم دیگه ببینیم چیکار میتونیم بکنیم ببینیم دیگه کیو میتونیم جمعش بکنیم خب حالا سه میام من نگاه میکنم که میگم آقا پس یک درصد من زنم اونی که میمونه 99 درصد اونی که نمیمونه پس من باید بیام رابطه هم یه جوری بکنم که توی یه درصد نبازم یعنی تو 99 درصد نبازم یه که حتما بردم 99 تا من بعد دنبالش بودم دیگه و من چیزی که دیدم آدما اکثرا دلشون میخواد از روی محبت زیاد رسیدن پول خرج کردن حالا هرجوری که میتونه عشق وحشیانه ببرزه به طرفش خودش رو ببره بالا رابطه رو ببره بالا و من هیچ وقت ندیدم این توی واقعیت کار بکنه اگه من به النا شروع کنم همش رسیدن صبح بیاد خونه ای وای بزن ماساژ بدم وای غذا درست کردید خسته نباشید چه غذای خوبی فلان عفرا برم من غذا دیگه حسنم درست کنم خسته شدم چون براش گنده میشه و شون می‌کنم همش سخت شدن و من هر کسی دیدم که از این راه رفته که بیا فقط به هم عشق بدیم و محبت کنیم چون ما با همیم اگه تو اون یه درصد باشه این خیلی خوب کار میکنه. اگه دو تا آدم یه درصدی به هم بیافتن. میتونم 24 ساعته به هم محبت بدن چون من خودم میگم دیگه من میدونم جزء 1 درصدم من نشستم النا میاد به من میگه عزیزم برات شیک بیارم بعد من هم مثلا واسه کانا میگم آه تو هم سرویس کردی هر روزو رو برای شیک بیارم شیک بیارم بعد میگم آره دیگه خب شیکو بیار دیگه مثلا بعد مثلا بهش میگم بعد برمیگم به بعد همون موقع خودم میام تو مغزم میگم مردی که حروم زاده از پایین اومده پله‌ها رو بالا در رو باز کرده میگه تو غذا بیارم بعد تو شاکم هستی ببین حروم ای ببین پررویی ببین نمک نشناسی بعد خودم به خودم میگم اوکی نمک نشناس نباش آدم باش این کار که تو کردی الان تای کار مزخرفه بعد اینو بهترش میکنم دفعه بعد مثلا گند نمیزنم میدونی آدما باید خودشون کرکت وقتی که پررو میشن وقتی که درصد نباشی النا رو الان پیش هر کسی بذاری یارو رو بعدش میکنه چون یاری آدمی میشی تنبل و لوس و فقط از من دیگه نگهداری کنه همه چی دست تو باشه و, و همین امروز قرار ما بریم مکزیک پاسپورت دخترم رو چک و همین نه روز پیش اکسپایر شده سفر مکزیک هم خب من گفتم اصلا نمیتونم برم بعد بمونم سر گفت نه 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 من میمونم خب منم سعی دارم میخواد بگم خب اوکی پس من میشم تو اپون میرم اونجا اشغال میکنم و مامان و بابا و پسرم و خواهرم خانم حالا اینجا صبح بلند شه بود دو تلفن بزنه بره بانک پول بده بره پاسپورت بگیره بیاد خب سری بدن من گفت اینو انتخاب کن بعد اون گفت نه پرو پر نباشه این اونجایی که وقت تو بکشی این بند خدا فقط داره حال میده این نمیفهمه که نباید این کارو بکنه تو که میفهمی نه پر بشی نهانی تو میری مسافرت من میمونم این اونجایی که رابطه رو گنده میکنه این اونجایی که الان وقتی الان تو تخلف خوش میشینه میگه که من بلیط هاپه ما رو خریده بودم من بعد رو چک میکردم من نکردم اشتباه شد سهل اومد رو درست کرد من سهل اینجا میبینه می ولی اگه من هر روز اینجا باشم بذار من این کار بکنم من این کار بکنم این کارو که نمیدید هیچی وظیفه هم تازه بود هم نگاه کردن پاسپورت هم خریدن بلیت هم موندن اینجا به نظر من توی رابطه باید از طرف انتظار داشته باشی همیشه باید حرفتو بلند بهش بزنی نباید اجازه بدی هیچ وقت به هم دیگه بی احترامی بکنین تو لولی که مثلا نتونی برگردی تو این چیزی دیگه مثلا اگه با مش بزنی تو صورت زنه دیگه هیچ وقت نمیتونی این تو برگردی 20 سالم بگذره فقط که بگم یه تو با مشتری صورت من من کسی که 20 سال هنوز موندم بعد که تو با مشتری صورت من هیچ جوابی نخواهی داشت یه سری کارا رو نباید بکنی خود آدم سری رو با عقل میفهمه نه بکنه یه سری هم از رابطهای قبلی که گنزدی میفهمی میگه ما همه چی خوب بود تا خواهر یارو رو ترتیبش دادیم اوکی آقا خواهر یارو نمیدونیم ترتیبش دیگه بدیم اینو فهمیدیم این میگه جزئی که نباید بکنی تو رابطه بعدی یارو خواهر داره میگه اوکی آقا چی نات تاچینگ یور سیستر و خواهر دست نمیزنه این به نظر من برای رابطه طولانی باید حتما پلن بشه باید توش محبت واقعی باشه نه محبت هر روز محبت هر روز میشه وظیفه محبت به جا میشه مردی که منو از تو گل در آورد من این چیزی که من از زندگی فهمیدم حرفی داری همین؟ نه خیلی عالی بود به نظر آموزنده بود ما وقتمون تموم شد دمتون گرم چاکس